همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت و نیستی خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند، و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند، و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون، متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را در زمره افراد محجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت ایران است محروم می بودند. از چندی پیش در این مملکت ما دست به چنان انقلاب همه جانبه که به کلی اجتماع کهن ایران را دگرگون ساخت و یک مرتبه ما را از یک عقب افتادگی وحشتناکی با سرعت عجیبی در صفوف اولیه اجتماع قرن بیستم پرتاب کرد، این انقلاب که باعث تحسین و اعجاب و حیرت دنیا واقع شده است تکمیل نمی شد اگر ما نصف جمعیت مملکت را باز در حال خاموشی، وحشت و عقب ماندگی نگه می داشتیم. افراد این مملکت را که نصف آن را شما تشکیل می دهید و به خصوص نسل‌های آینده را که شما مادران باید در آغوش خود تربیت بکنید، اینها نه از لحاظ روحی و نه از لحاظ تربیتی آماده درک این انقلاب بزرگ ملی ما نمی شدند اگر خود شما از حقوق اولیه بشری امروز دنیا و تمدن امروزی ما محروم می شدید. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام
و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید و به قدری به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید که این جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود. و از میان شما افراد برجسته، نیکوکار، چه در قسمت علم، هنر، صنعت و غیره برخواهد خواست و در واقع عظمت این ملت را نسبت به سابق به خواست خداوند مضاعف خواهید کرد.